سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون عالی باشه، پر روزی پر انرژی باشید. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم و امروز میخوایم راجع به بیت کوین صحبت بکنیم، پادشاه ارزهای دیجیتال. وضعیتش رو بررسی بکنیم و ببینیم که آیا بازار گاوی داره شروع میشه، اون زمستون کریپتو تموم شده یا نه. پس حتما حتما اگر که توی زمینه ارزهای دیجیتال کار میکنید حتما این ویدیو رو نگاه بکنید، میتونه نکات خوبی رو بهتون بگه. ممنون میشم قبل از شروع ویدیو لطفا 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 ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنید. خب دوستان، توی آخرین ویدیویی که ما راجع به بیت کوین داشتیم که تقریبا مربوط به 2 هفته پیش بود، تو این ویدیو من یه سری توضیحات دادم و اون موقع قیمت بیت کوین توی حوالی 17 هزار دلار بود و خب گفتم که این شرایط بازار و حالا رشد بیت کوین و رشد قوی بیت کوین رو ما فعلا حالا نمیتونیم شاهد باشیم، ولی تقریبا میشه گفت توی 1 هفته 10 روز گذشته بیت کوین داره یه سری حرکات مثبت میزنه و خودش رو تونسته بکشونه بالا. اگه بخوایم اینجا وضعیت رو با هم دیگه بررسی بکنیم، قیمت امروز بیت کوین در حال حاضر 23 هزار دلاره و بالاتر از 23 هزار دلار هم رفته، تا 23800 هم رفت، ولی رفته الان تو فاز اصلاحی. همینجوری که نمودار 7 روز گذشته رو میبینیم رشد خوب داشته، سبز بوده، توی یه ساعت گذشته 0.9% سود داشته، تو 24 ساعت گذشته 1.64% و توی 7 روز گذشته 10.81% رشد داشته بیت کوین به نسبت قیمت گذشتهش و حجم معاملات 24 ساعت گذشتهش هم که داریم میبینیم. بعد از اونم که اتریومی که خب قیمتش به 1600 دلار رسیده، اونم رشد بسیار خوبی داشته، ولی در حال حاضر اصلاح اتریوم خیلی سنگین تر از بیت کوین بوده که داریم توی این نمودار ما هم دیگه مشاهده میکنیم. اگر بخوایم آلت کوین هایی که ما رشد خوب داشتن رو یه نگاهی بندازیم، رشدی که حداقل به چشم بیاد، میتونیم شیبا رو در نظر داشته باشیم. شیبا بازی و نوسان زیاد داشته، هنوز نمیتونیم اونقدری بهش بگیم که رشد خوب داشته، ولی خب همونجور که میبینیم تا 5-0 تقریبا حوالی 8 هم رفته بود و در حال حاضر 4-0-11 شده، تونسته رشد خوبی داشته باشه. تو 7 روز گذشته هم که 4% رشد داشته. آواکس رو ما میتونیم اینجا ببینیم 13.2% رشد داشته، عرضم به خدمتتون. ATOM رو میبینیم 13% و ارز نمیدونم این ارز جدید من دارم میبینم APTOS یا APTOS یا APT، حالا هر چیزی که هست، قیمت فعلیش هم 18 دلاره، چه رشدی رو داشته توی 7 روز گذشته و 136% مثبت بوده و این روند رو ما داریم میبینیم. حتما برای این یه ویدیو میسازم، همین الان دیدمش، اطلاعات خاصی راجعش ندارم، اطلاعاتمو تکمیل میکنم، حتما راجعش ویدیو میسازم. بعد از اون اپ کوینه که 33% رشد داشته، نر پروتکل هست که 26% و حالا توکنای دیگه‌ای هستن که دارید مشاهده میکنید، خودتون میتونید ببینید. اکسی اینفینیتی 46% رشد عالی داشته و بازیش هم که خب در جریان هست. ولی آیا بازار بیت کوین به همین صورت میمونه؟ چه جوری قراره بره بالا، قراره بیاد پایین، قراره رنج بشه؟ شرایط به چه صورت؟ در حال حاضر قیمت بیت کوین 23 هزار دلاره. تا این فریم من روی روزانه هست و داریم میبینیم که مدت زمان زیادی رو توی محدوده کانال 15 تا 17500 بازی کرد، توی یه تایم حداقل میشه گفت 1 ماهه یا شاید یک مقدار بیشتر توی این محدوده بازی کرد و بعد از اون تقریبا میشه گفت توی 10 روز گذشته این کندلای سبز رنگی که دارید میبینید شروع استارتش بود و از کف کار که میشه گفت از روی 16700 نزدیک به 17000 دلار بود استارتش رو زد بدون وقفه، تا نزدیکی های 21300 دلار بدون وقفه رفت و اینجا شادو زد، اومد تو فاز استراحت، یه 4 روزی رو اصلاح و استراحت داشت تا مجدد تا 20400 دلار برگشت، ولی خب دوباره توی 2 روز 2 تا کندل قوی زد و تا محدوده 23000 رفت بالا و در حال حاضر هم توی محدوده استراحت مجدد قرار گرفته. بالاترین قیمتی که توی این چند روز تاش کرده 23000 رو اگر بخوایم اینجا رو حساب بکنیم، این شادو رو حساب بکنیم، 23800 دلار بوده و بالاتر از اون نتونسته بزنه. این کانال مقاومتی که دارید می‌بینید، من اینجا رسم کردم، کانال مقاومتی که باید بشکنه و بعد از شکستن این کانال باید ببینیم چه واکنشی نشون میده. نتونسته فعلا به این کانال ضربه فرقدرتی بزنه، به جز این دو تا شادویی که داریم می‌بینیم هیچ اتفاق خاص دیگه‌ای توی تایم فریم روزانه براش نیفتاده و میتونیم بگیم فعلا مقاومت سنگینی پیش روش هست. ولی خب این حرکتی که داشته حرکت خوبی بوده، خیلی از دوستان تونستن توی حالا بازارهای فیوچرز یا حتی اسپات سود خوبی بکنن، افرادی که توی 16000 دلار خرید کردن توی این قسمت میتونن یه سیو سود داشته باشن که
مناسبه براشون. از اینجا به بعد میگم باید ببینیم که واکنشش به این ناحیه چی هست، ناحیه مقاومتی که داریم مشاهده میکنیم باید ببینیم واکنشش به این ناحیه چی هست. اگر بالای این ناحیه رو زد یک کندل و یک روز 24 ساعت تثبیت داد، میتونیم براش حداقل رشد تا 26 یا 7000 دلار رو متصور باشیم، چون باز اینجا ما یه مقاومت داریم و بعد از اون دوباره باید ببینیم واکنش به اون مقاومت چیه. ولی امکان اینکه تو این ناحیه رنج بزنه یه مدتی وجود داره، یا امکان اینکه از همین ناحیه برگرده رو به پایین وجود داره. ضمن اینکه فراموش نکنید هنوز ما وارد بازار گاوی نشدیم، هنوز این جو پاییز کریپتو روی بازار وجود داره، اتفاق خاصی از نظر فاندامنتال نیفتاده توی دنیا و توی بازار که ما بخوایم منتظر باشیم که بخواد بیت کوین حرکت انفجاری داشته باشه بره بالا. ولی خب بازار ارزهای دیجیتال بازاریه که میتونه همیشه برخلاف فاندها هم حرکت بکنه، امکان داره این سری هم همین موضوع باشه و برخلاف فاند بره بالا و حتی ETH رو بزنه، این امکان وجود داره ولی خیلی کمه. نظر شخصی خود من اینه که ما مجددا برمیگردیم به پایین و کانال 12-13000 دلار رو باید تاچ بکنیم. کی؟ زمان دقیق نمیشه گفت و این چه امروز باشه، فردا باشه، یه ماه، دو ماه دیگه باشه، هیچ تایمی نمیشه گفت. ولی چیزی که مد نظر من هست و به نظرم این اتفاق میفته، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، این هستش که کانال 12-13000 دلار رو تاچ میکنه. بعد از اون پایین تر رفتنش بستگی به خیلی چیزا داره و بالاتر رفتنش هم باز بستگی به خیلی چیزهای دیگه. ولی وضعیت فعلی بیت کوین چیزی که داره به ما نشون میده اینه که وارد یه کانال حمایتی شده، داره استراحت میکنه توی کانال مقاومت خورده و توی این کانال داره استراحت میکنه، رنج میزنه و این رنج وضعیتش چجوری بشه و چجوری بخواد ادامه بده مشخص نیست و فعلا بازار شرایط ریسکی هست و حواستون به پوزیشناتون باشه. یه موضوعی هم توی توییتر مطرح شده بود که من حالا عکسشو میارم براتون که برای خودم قابل توجه بود و دوست دارم شما هم ببینیدش. اکانت توییتری بیت کوین مجازی یه توییتی زده، مدیر عامل جی پی مورگان اومده گفته که بیت کوین کمیاب نیست، این کاملا نادرست است، از کجا میدونید که روی 21 میلیون متوقف میشه؟ خب همونجور که هممون میدونیم خالق بیت کوین ناشناسه، اصلا کسی ازش خبر نداره، خیلی ها میان میگن ما این میان میرن دادگاه اینجور صحبت ها، ولی هنوز که هنوز خالق بیت کوین کسی نیست که افراد شناخته باشنش. چیزی که مشخص بوده برای بیت کوین از روز اول تا به امروز گفتن این بیت کوین 21 میلیون واحد بیشتر نیست و بعد از اون دیگه قابل استخراج نیست و همین مقدار کوین میمونه. اما این شخص اومده این ادعا رو مطرح کرده، ادعای خیلی دور از ذهنی هم میتونه نباشه چون واقعا بازار ارزهای دیجیتال بازاریه که پیش بینی نشده، همون جوری که خالق بیت کوین نامشخصه میتونه آینده بیت کوین هم نامشخص باشه و میتونه این موضوعی که این آقا بهش پرداخته هم اتفاق بیفته حتی توی این بازار. و از نظر خودم جالب بود، گفتم برای شما هم بگم، شاید شما هم بخواید بهش عکس العملی نشون بدید، خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم راجع به این موضوع و در کل نظرتون رو راجع به وضعیت بیت کوین توی آینده منظورم همین آینده نزدیک نهایتا دو سه هفته یا یک ماه آینده بدونم که با هم دیگه نظرامون رو به اشتراک بذاریم تا بتونیم یه استفاده ای بکنیم. فعلا وضعیت بازار به این صورت نمیشه ریسک خاصی روش انجام داد و باید همچنان دست به عصا حرکت کرد توی این بازاری که همه اتفاقی ممکنه توش بیفته. پس خواهشان حواستون جمع باشه تا یه موقع خدای نکرده سرمایه‌تون از دست نره و به مشکل نخورید. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم مجدد ویدیو رو لایک بکنید، اگه لایک نکردید کامنت بذارید و اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنید. خیلی ممنون ازتون، تا یه روز دیگه و یک ویدیو دیگه. یا هم.